آدرس توییتر ما @MihanTV1. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز سه‌شنبه اول تیر ماه. عرضم به حضور شما که خوشحال و خرسند از اینکه میتونم یه بار دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. عرضم به حضور شما که به ساعت هم 11:23 است به وقت ایران عزیز ما. انتخابات رو پشت سر گذاشتیم. امروز هم آقای رئیسی یه صحبتهایی کرد و از همه جالبتر این سایت، فکر میکنم اجازه بده که دقیق بگم، چرا فکر کنم و بگم، اصلا خودشو بگیم که از همه دقیقتر و درستتر باید باشه، این هستش که گفته یه پسوندی رو هر بار که نام این بیاد اضافه خواهد. از امروز هم دیگه به طور کامل هر جا رسیدن، بله، سایت زمانه گفته از این پس اسم رئیسی در رسانه ما به این شکل خواهد آمد: ابراهیم رئیسی عضو هیئت مرگ. امیدوارم بقیه هم تأسیس کنن و همین روش رو پیشه کنن و رودرواسی رو کنار بذاریم، تعارف رو کنار بذاریم. همه گرفتاری ما در رودرواسی و دیدم علنا امروز مرتب تو خبر میکنن آقای دکتر رئیسی. این دکتر من نمیدونم از کجاست، حالا اگر واقعا هم دکتر باشن اینا، خب از زبان و صحبت کردنش طرف پیدا میشه، ولی فرض بر این که اصلا اساسا دکتر باشن، به قول ایرج مصداقی شما هیچ وقت شنیدی بگن آقای دکتر پمپئو، آقای دکتر بایدن، آقای خانم دکتر مرکل، در حالی که اینا به راستی همه دارای مدارک عالیه از دانشگاه‌های معتبر جهان هستند، صاحب کتاب و رساله هستند. این آقا نمیدونم اینکه دکتر رئیسی میگفتش که بله در سیاست خارجی من سیانت ملت ایران، در بحث اقتصاد سیانت ملت ایران، در بحث مرز سیانت ملت ایران. این کلمه، این سیانت رو هر بار این به کار می بود، جنگ و دعوا تو ذهن من متبادر می شد. یعنی هر بار که می گفت سیانت ملت، من می فهمیدم یعنی دشمنی، خصم، از اینا ازش استنتاج می شد. اجازه بده بریم مثل هر سه‌شنبه خدمت جناب آقای سلیمی نازنین، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این بزرگوار، تشکر کنیم از همه مهرش به میهن و از او بپرسیم حال و اوضاع و احوال رو. اجازه بده قبل از پرسش سوال عرض ادب و احترام کنم و سلام کنم به آقای رئیسی، آقای سلیمی. آقا درود بر شما، ببخشید ما اسم سلام به شما جناب بهبهانی عزیز، درود و سلام دارم به شنوندگان و بینندگان ارجمند. ممنونم. اونقدر نام این جلاد، این قاتل، این روزا مرگ را شنیدیم که این روزها واقعا فعلا انبوهی از این واژگان تلخ. ما هم در جلوی سفارت بن بودیم، به اونجا هم به هر حال در جاهای گوناگون در اروپا واقعا یک بسیج گسترده و سراسری شده بود از هممیهنان عزیز که خیلی حرکت خوب و متحدانه‌ای بود برای تحریم این انتخابات که امشب هم کوتاه به اون خواهیم پرداخت. خیلی خوب کار میکنه. البته این داستان انتخابات و مسئله همین تظاهرات ظاهرا مثل که روشون خیلی اثر گذاشته. این تعداد آرای باطله، میگه در انتخابات شورای شهر تعداد آرای باطله از همه بیشتر بوده. یعنی اینکه مردم رفتن یه فوش خارمادر نوشتن انداختن اون تو، چنانچه ما همین رو توی تظاهرات خارج کشور در مقابل مراکز اخذ رأی دیدیم، شاهد بودیم و بهشون خیلی فشار اومده بود و داشت تشکر میکرد این جنایتکار از کسایی که زیر چنین شرایطی رفتن و رأی دادن، در چنین شرایطی رفتن بهشون رأی دادن. این خیلی خوشحال بود و تشکر میکرد از این بابت. برای من این صحنه هم جالب بود. اما بذارید که قبل از این که بریم سراغ پرسش اصلی، این سعید حجاریان توییت کرده بود که اصلاحات صندوق محور، این کلماتی که خودشون ساختن، نمیدونم دموکراتیک، نمیدونم اصلاح محور، اصلاحات صندوق محور، و بعد نوشته که اصلاحات صندوق محور مرد، اما قبل از تدفین شکوهمند باید به اتاق تشریح برده شود تا علت مرگ روشن شود. آیا مرگ به علت کهولت سن بوده است یا میتوان رد پای قاتل یا قاتلینی را پیدا کرد؟ آقای اسفندیاری اینو برای من فرستاده بود که این اراذل و اوباش دستبردار نیستن. براش نوشتم که خب اینا گرفتاری اختاپوسی هستن که خودشون در تولدش نقش مهمی داشتن، اینا راه به جایی ندارن. با همین مرگ جمهوری اسلامی کار اینها هم تمام است، یعنی دیگه کجا میخواد بره، چیکار میخواد بکنه. من همیشه گفتم حتی اگر فرض کنید که من برای فاتح خونی بابام بخوام یه روز خون دعوت کنم، مطمئن باش که نه خاتمی رو دعوت میکنم، نه روحانی و نه هیچ کدوم این روزخونا رو دعوت نخواهم کرد، برای اینکه اینا اصلا یه جوری متعفنن، نمیدونم چجوری بیانش بکنم. اما بذارید بریم سر موضوع و موضوعی مرتبط با برنامه جناب عالی. این میگه که من اومدم که گشایش بدم. من یادم میاد که روحانی دور اول که اومده بود از همین دوستان اینجا، علی نوریزاده خودمون، آقای علی خان، پرسیدیم که همینجا از تو همین تلویزیون ازش پرسیدم که چیکار میخوای بکنیم حالا؟ گفت نه باید بهش 100 روز وقت بدیم. آقای شریعت مداری هم ازش پرسیدیم که آقای مهندس چیکار میخواین بکنیم؟ گفت باید به این 100 روز وقت داد. 8 سال گذشت، وضعیت مردم از اونی که بود بدتر شد. امروز این اومده که سیانت ملت رو در سیاست خارجی و برجام و همه این مسائل فقط سیانت ملت رو در نظر می‌گیره. چی می‌بینی؟ شرایط رو، اقتصاد رو، وضعیت معیشت مردم رو. در یکی از این هشتگ‌ها دیده بودم که این طنز تلخ رو نوشته بودن، یک فکاهی رو، که ازش پرسیدن بیکاری رو چطور حل میکنی؟ گفته بود که کارگران بیکار رو میکشم بعد بیکاری حل میشه. خب ملت ببینید واقعا کجاها رو مردم ایران میبینند. واقعا این خیلی این حرف گویایی هست از زبان مردم. هر گوشه‌ای شما ببینید در خاک ما، واقعا امروز به این آگاهی رسیدیم که چهره یک جلاد رو، یک قاتل رو که بهش میگن صلی علی محمد قاتل ملت آمد، این رو به هر حال مردم ایران میشناسند. اینکه شما اشاره کردید به درستی که روحانی میگفت من در عرض 100 روز این کار رو میکنم، کلید تو گردنش انداخته بود، شعبده ها میکرد، بعد کارهایی که میکرد، اون سخنوری های روحانی، اون به هر حال چاشولبازی ها برای ملت، اون وعده های رنگارنگ، همه اینها رو ما دیدیم. تازه اون دستش باز بود آقای بهبهانی. اون موقع سال 92 شرایط امشب یک بار دیگر مرور میکنیم. شرایط کشور وقتی که پول رو گرفته بود، هنوز پول ملی اینطوری ویرانه به با پوزش به پشکل تبدیل نشده بود، به کاغذ پاره تبدیل نشده بود، هنوز منابع سرمایه‌گذاری در ایران باز بود، هنوز صندوق ذخایر ارزی پر بود، هنوز بانک ها به این فساد نرسیده بودند تا این حد فساد، هنوز دولت چند 100,000 میلیارد تومان بدهکار به هر حال بانک مرکزی و با صندوق‌های بازنشستگی و اینها نبود، هنوز روابط تا این حد فاسد در بین مسئولان و غیر ذلک نبوده و انبارهایی از دزدی و فساد و هاضمه‌های به اصطلاح اینقدر گشاده تا این حد نبوده. با این همه این امروز در چنین شرایطی که این هنوزها در اون زمان نبوده، یک فردی اومده که ناتوانتر از او و میبینیم بسیاری ها گنجایش اندوخته زبانی این آدم رو، چون توانایی های یک رئیس جمهور یا یک فرد مسئول سطح بالا در آغاز باید در اجماع عقل خودش و وزرای کابینش و در قدرت تبیین و در قدرت در واقع سخنوری که بعد به تعامل و مفاهمه اجرایی و فرهنگی و برای با یک ملتی در یک درجاتی حتی به قشرهایی که پایگاه راندخاریش هستند به درجاتی به این توانایی ها یادمون نره. توانایی های جواد ظریف رو، واقعا توانایی های جواد ظریف که زمانی بهش گفته بودن مالکش اعظم، بی دلیل نبود که پمپئو بهش میگفت که مالکش اعظم، یعنی اون قدرت مالکشی رو داشت. اینها همون گونه که جناب علی گفتید، این فقط میتونه از کشتار حرف بزنه. وقتی که از اون میپرسند که شما در گذشته چه کردید، وقتی که اون میگه که به من باید جایزه بدند، حداقل اون میتونست در یک عباراتی به گونه‌ای اون گذشته رو به مثل روحانی ماستمالی میکرد. هر لحظه قدرت این رو داشت که شنوندگان خودش رو، مخاطبان خودش رو یه گونه‌ای مسخ بکنه. با اغواگری، با زبانبازی ها میتونست یک سری از این توربولنس ها رو، چالشوله ها رو پر بکنه. یک چنین آدمی که امروز ما جلوی ما میبینیم، به هر حال بخش عظیمی از مردم ایران، بیش از 85 یا حتی 90% مردم ایران واقعا با این وضعیتی که ما از صندوق ها میبینیم به هیچ گونه امیدی و ندارند، ولی همون درصدی که امروز پایگاهش هستند، همونها یا اون کسانی که در واقع مسئولان او در یک کابینه میشینن باید با اون تعامل بکنن دیگه. این تعامل احتیاج به یک قدرت و مغز اجرایی داره، مغز عملیاتی داره. اینجا قوه قضاییه نیست که او دستور بده به دادستانش، به قاضیش، به نمیدونم به قسمتی که دادستانهای انقلابش، دادگاه‌های انقلابش، دادگاه‌هایی که برای اختلاس محاکمه و غیر ذلک بودند، اینجا اونجا نیست، اینجا قوه مجریه است. و خب امشب باز هم صحبت خواهیم کرد که چه ورژن هایی از این که ایده آگاهانه او رو فرستادن جلو که برای او یک به هر حال پوست خروزی رو براش آماده کردن. اما این فرد با این شرایط، با این غنای یا نبود حداقل توانایی های زبانی و مشکلاتی که داره، میبینیم در اولین مصاحبه مطبوعاتیش از او میپرسند که با بایدن چی کار میکنی، میگه قطعا نه. یعنی در واقع هیچ رئیس جمهوری این گونه پاسخها رو به این ترتیب، بعد میگن ازش میپرسند در مورد چین چی کار میکنی، میاد در آغاز سخنرانی خودش میگه قرارداد جامع اقتصادی و چی و چی با چین پیش خواهد رفت. معلومه همون تهدیدی هست که دور قبل باز هم داره در شرایط اول جهان غرب رو تهدید میکنه. اون هم در اولین صحبتش که این تهدید البته به برای روسیه و آمریکا خوشایند نیست. این گونه در اولین صحبتش از چین و قراردادهای چین و اینا صحبت کردن. در زمینه‌های دیگر هم که ازش میپرسن، خب ما میبینیم یک قاطعیتی که این قاطعیت نمیتونه فقط قدرت باشه، بلکه از ضعف و از عدم قدرت در واقع تفاهم و اقناعش برمیخیزه. در مورد کابینش، تیم اقتصادی کابینش هم امشب صحبت خواهیم کرد که میگن فرهاد رهبر رو به عنوان تیم اقتصادی خودش میخواد بیاره و حدس زده میشه که وزیر خارجه او یا سعید جلیلی است یا امیر عبداللهیان هست. یه چنین چهره‌هایی رو مطرح می‌کنن. به هر حال این کابینه‌ای که او گفته بود یک کابینه ائتلافی است، یک وزیر، دو وزیر از سپاه دارند. پیش بینی کردند که رستم قاسمی وزارت نفتش رو به عهده می‌گیره. همچنین یک پیش بینی‌های برای، به گمان من این قضیه بزرگترین مشکل او، این نظر درستیه، بزرگترین مشکل او خود او و آقای بهبهانی عزیز قالیبافه. قدرت از همین امروز فراموشمون نشه. رئیس ستاد او، انتخابات او، یک فردی از قالیباف بود، نزدیکان قالیباف بود. امروز هم در تقسیم قدرت قالیباف نظر داره به این که از جناح دولت ذوالقدر و عده دیگر رو از جناح مجلس به عنوان وزرای اصلی او انتخاب بکنه. همچنان عده‌ای پیش بینی کردن که هیدر مستحی بشه وزیر اطلاعاتش و این چهره ها. به هر حال این کابینه ذوالقدر رستم، عرض من این بود که چهره‌هایی رو که به عنوان وزرای به هر حال او تعیین کردند، این چهره‌های شناخته شده ای تا کنون هستند و نقش‌هایی در دولت‌ها، کابینه‌های پیشین بازی کردند و اینها، اکثر اینها چهره‌هایی به غایت منفی دارند. آره دیگه، همین عبداللهیانی که راجبش حرف میزنی، امیر عبداللهیان همون کسی بودش که تو ماجرای حمله به سفارت عربستان اینا نقش داشت. اون موقع معاون وزارت خارجه بود. بعد هم اصلا کشورهای همین حوزه خلیج‌فارس شکایت کردن رسما علیهش و مجبور شدن اینا اون رو از اون پست کنار بذارن. همونطور که شما به درستی گفتی و خود رئیسی هم امروز تو سخنرانیش اشاره میکرد، این سیانت از ملت ایران در سیاست خارجی و داخلی معنا مفهومش کاملا روشنه. با انتخابایی که شما نام میبرین کاملا پیداست. برمیگردیم به موضوع این برجام و نفت. میگه اگر این اتفاق بیفته، این میتونه در لحظه با توجه به میزان ذخایری که بیرون داره و در چین داره و در داخل ایران داره، میتونه 1 میلیون بشکه درجا در روز بفروشه. اون وقت چه اتفاق خواهد افتاد به نظرت؟ اجازه بدید پیش از این که به این برسم یک چند مختصری راجع به یک مسئله بسیار بسیار مهم که این یک امری است درسته که به ظاهر یا در به هر حال در گفتار مسئله فلسفی به نظر میاد، ولی چیز مهمیه برای به هر حال مخاطبان و شنوندگان و بینندگان ارجمند. زمانی که دادگاه آیشمن پیش میرفت، سیاستمدار و زن فرهیخته بزرگ قرن خانم هانا آرنت این دادگاه را داشت آماده میکرد. او بحث‌های زیادی در اون دوران صورت گرفت در مورد اینکه چگونه شر بزرگ رو، چون آیشمن چهره بزرگی بود که هزاران هزار نفر رو در آشویتس سوزانده بود. آیه بهبهانی واقعا چهره آیشمن رو باید به چهره این جلاد بزرگ همین قرن خورشیدی که قرن پیشین حساب میاد، اینا رو میشه با هم تشبیه کرد. در اونجا یه بحثی مطرح شد که امروز هم در جامعه ما مطرح است، اینه که آیا شر بزرگ رو میشه به گونه‌ای به ابتذال کشاند؟ معناش چیه؟ معناش اینه که آیا حافظه مردم واقعا تا کجا قابل مانیپولاسیون هست؟ تا کجا میشه دستکاری کرد حافظه مردم رو؟ آیا علی خامنه ای که خودش یک جلادی هست که در مورد او از فساد اخلاقیش تا جنایت ها و کشتارهای بزرگش تا دستهایی که این کشتارها را کردن همه چی گفتند، او تونست 43 سال حکومت بکنه، آیا مردم ایران رو میتونه این شر بزرگ رو، این نماد شر بزرگ، جنایت و کشتار بزرگ رو میتونه واقعا به راحتی به مردم 85 میلیونی ایران و به جهانیان بقبولانه؟ پاسخ در همون دادگاه ها تا یک جایی میشه آقای بهبهانی شنوندگان و بینندگان ارجمند، تا یک جایی میشه مردم رو فریب داد، اغوا کرد، مردم رو در یک درجاتی حتی ترساند، اما از یک جایی بیشتر دیگه نمیشه این شر بزرگ رو به گونه‌ای به ابتذال کشاند و انتظار داشتید یا یک ملتی و یا جهانیان اون رو بپذیرند. یک نقطه اشباست. این یکی از نتیجه‌گیری هایی که میشه امروز کرد. یعنی مردم ایران از یک تا یه زمانی روس‌ها میگفتن که به یک روسی گفتند، با هم ودکا نوشیدند، اول با دلف خورد، بعد با پارچ خورد، بعد با لیوان خورد، بعد با همه چی خورد، آخر سر یه انگشتانه بهش دادن گفتن اینو بخور، گفت نه مرز من بوده، این انگشتانه رو بخورم مست میشم. اینو شما ببینید، این یک مسئله بسیار بسیار گویایی هست. مردم ما اگر جنایت و فساد و فشار و سرکوب‌ها رو با دلف دادن، خوردن، با پارچ، با لیوان، امروز به یک جایی به آخر رسیدن. آقای بهبهانی امروز به یک نقطه‌ای رسیدن که این نقطه تنها آگاهی نیست، نقطه امتناع دادن رای نیست، به گمان من نقطه انفجار ملته. ما به نقطه‌ای رسیدیم که قبولاندن این شر بزرگ، این نماد جنایت و قتل و کشتار بزرگ با تمام فعالیت‌هایی که در 43 سال صورت گرفته، این رو اینها نمیتونند بر مردم تحمیل بکنند. به گمان من از نگاه چه اجتماعی، اقتصادی، اینا همه به کنار، ولی از نگاه فرهنگی هم حتی امروز سیاست دیگه به اینجا نمیتونه برسه که این جلاد رو بتونه تحمیل بکنه به ملت ایران، و مردم در مقابل این جنایت خواهند ایستاد و جهانیان هم امروز به این بانگ بلند آزادی خواهی که در ایران بلند میشه و بیگمان خارج کشوری ها این آدم امکان یک سفر حداقلی، حتی نزدیکان این آدم هم در هر سفری در به خارج کشور با شدیدترین امواج اعتراض هم جهانیان آگاه و هم ایرانیان آگاه، این حتی باعث میشه که بسیاری از کنشگران فعال در کشورهای خارج مقابل اینها بیستن. من این رو امروز به عیان میبینم. جناب بهبهانی در خدمتتون هستم، پرسشتون رو اگر تکرار بفرمایید بتونیم وارد اون بشیم. قربان. همین وضعیت بازم راجب نفت رو پرسیده بودید جناب. نفت دیگه، اینکه اگر این اتفاق بیفته اینا میتونن روزی 1 میلیون بشکه اضافه بفروشن. بله. این چه اتفاقی؟ خب در مورد نفت گزارشات گوناگونی هست. اولین گزارش این بود که اینا 200 میلیون بشکه نفت در انبارهای ذخایر روی خشکی، روی آب و در بندرهای، حدود 40 میلیون بشکه در بندرهای چین دارند که در اون دوره نمیتونستند اون رو بفروشند. به فرض اینکه این 200 میلیون بشکه رو اینها کامل در دسترس داشته باشند، امروز نفت ایران قیمتش رو من دیدم 61 دلار بود در بازارها. نفت ایران، نفت سبک ایران و نفت سنگینش تا جایی که من در حافظه دارم 58-59 دلار هر بشکه بوده. شما ببینید اینا برآورده اینا دارن که این 200 میلیون بشکه رو دارند و بعد هم صحبت از اینه که بتونن به چین حدود 700,000 بشکه، یعنی به اون چیزی که رقم آخر قبل از تحریم بوده، به چین بفروشن. اول به همین 200 میلیون بشکه برسیم، در صورتی که آقای بهبهانی اینا بتونن این 200 میلیون بشکه رو بفروشن، 200 روز از ذخایر خودشون هر روزی میتونن 1 میلیون بشکه رو بفروشند. خب موضوع اینه که خود این فروش اول مشروط به اینه که اینها، تحریم اینها در واقع بازارهای چین و بانکهای چینی اجازه داشته باشند و تحریم به یک نقطه‌ای رسیده باشه تا بتونن بفروشن. من در نشریات اقتصادی و در منابع خبری جاهای گوناگون رجوع کردم، هنوز مجوز خرید نفت از به لحاظ تحریم ها، به لحاظ سد و قید و بندهایی که در مذاکرات برجامی هست به چین داده نشده. هنوز چین باز هم مجاز نیست. درسته که میگن که چین به هر حال مخفیانه غیر آشکار 200,000 تا 200,000 بشکه در بعضی از هفته ها میخریده با جی پی اس و همه اون مسائلی که اینا میبردند و میفروختند، اما هنوز مجوز خرید برای چین و پرداخت در واقع پول‌های اینها صادر نشده. و اینها در بعضی از نشریات نوشته بودن، اولین که نفت رو $75، بعضی از نشریات اقتصادی مثل اون وعده هایی که در گذشته میدادن که نفت به دلیل انفجار در آرامکو اینا $200 هر بشکه خواهد شد، اونجور وعده های سرخرمند دادند. نوشته بودند، یکی از این نشریات اقتصادی نزدیک به همین دولت نوشته بود که نفت را اگر ما $75 هر بشکه‌ای بفروشیم 200 میلیون بشکه، و بعد نوشته بود در عرض مدت کوتاهی، که البته همچین چیزی اصلا امکان پذیر نیست، در عرض 200 روز، 200 روز در واقع کاری، چون به هر حال 2 روز در هفته در کشورهای غربی و دنیا خرید فروشی صورت نمیگیره. شما ببینید 58 هفته رو زد در 2 روز در هفته بکنید میشه، چون به هر حال این شرکت های باربری، بنده که توی حمل و نقل جهانی هستم، باربری هم روزهای آرامش و آسایش داره در دنیا، اینطور نیست. شرکت های بیمه، شرکت های باربری، حتی اون کاپیتان هایی که در راه هستند در خیلی از جاها اینا 1 تا 2 روز استراحت میکنن. 200 روز اگه اینها بتونن حمل و نقل رو فعال بکنند، اگر این سال 365 روز رو منهای 54 هفته، 52 هفته تا 4 هفته با احتساب دوران تعطیل و غیر و ذالک در 2 روز هفته بکنید، حدود حداقل بگیرید 100 روز از 365 روز سال کم میشه 265 روز کاری. اینا 200 روز از این 265 روز کاری اگر بخوان 200 میلیون بشکه رو صادر بکنن، تقریبا یه چیزی حدود 9 تا 10 ماه اینها با همین نفت باید مشغول بشند. پس اینا از این لحاظ دارم عرض میکنم که شنوندگان و بینندگان ارجمند ببینن، اگر بخوان این 200 میلیون بشکه رو بفروشن به بازارهای جهانی، در اون صورت استخراج اینها با مشکلاتی روبرو میشه، چون اینا به این سرعت نمیتونن بازارهای جهانی رو. در هفته پیش گفته بودم اینها بازار هند و بازار عراق، الان خود عراق در واقع بازار ترکیه رو داره، بازارهایی که در مرزهای کشورهای شمالی که الان روسیه گرفته کاملا. ژاپن با اینها وارد خرید فروش خرید نفت اینها نخواهد شد. اروپا به هیچ وجه این ریسک رو نمیکنه. بازارهای نفتی اروپا رو روسیه و کشورهای دیگر گرفتن، حتی عراق گرفته. بنابراین بازار فروش نفت که یا در استخراج و یا در این انبارها هست، اینها خودش یک مشکل بزرگی است. اصولا مارکتینگ و وجود بازارهای آزاد مهمترین امر پس از پروسه تولید هست. فرآیند تولید نمیتونه پیش بره مگر اینکه بازارهای مارکتینگ و بازارهای فروش وجود داشته باشه. اینها تمامی این مشکلات رو جلوی روی خودشون دارند. شما ببینید اینا میشینن میگن که ما 200 میلیون بشکه نفت داریم، 200 میلیون رو ضرب در 75 میکنند، میگن 15 میلیارد دلار ما خواهیم گرفت. این جریان اون فردیه که یک کوزه روغن داشت، بعد 15 میلیارد دلار رو از اینجا میگیریم، بعدن دوباره میگن که ما به زودی 3.6 میلیون بشکه در روز استخراج خواهیم کرد، که از این 3.6 میلیون بشکه در روز میتونیم 2.1 میلیون بشکه رو هم باز هم بفروشیم. اون رو هم میارن روی اینها، به یک اعداد بسیار بسیار خیالی و فانتزی میرسند. بعد این 15 میلیارد رو که از این ذخایر نفتی هست رو حساب میکنن، یک جمع و تفریقایی میکنن، میگن خب ما در سال در سال آینده مثلا به فرض به رقم 30 تا 40 میلیارد در این باقی مانده سال، حالا شما بگیرید مثلا 6 ماه سال از الان تا از ماه جون تا پایان سال 6 ماه مونده، شما حساب بکنن که اینا به فرض با این آرزو که 20 میلیارد به فرض این که 20 میلیارد بتونن بگیرن، چه از اون نفت ذخیره و چه از استخراج جدید، 20 میلیارد دلار بگیرند، درآمد داشته باشند، که این رقم فوق العاده رقم ذهنی است. یک، به دلیل اینکه هنوز تحریم، سرنوشت تحریم ها روشن نیست. دو، به این دلیل که اینها بازارهای اینها در واقع از سوی کشورهای دیگر گرفته شده. سه، به این دلیل که اینها واقعا این نفت رو که در انبارهای گوناگون دارند باز هم مشکلاتی دارن، نمیتونن به قیمت همون 60 دلاری که امروز در بازارهای دنیا هست اینا بسیار بسیار پایین‌تر از این خواهند فروخت. چهار، به این دلیل که هنوز در دنیا برای نفت ایران جا باز نشده، میگن که باید بازارها هنوز باید به یک نوع انبساط برسه. رکود بعد از کرونا آرام آرام داره حل میشه. کشورهای دیگر هم هاضمه کشورهای دیگر صادر کننده نفت هم حافظه بسیار تیزی دارند، خیلی بازی دارند برای اینکه نفت خودشون رو بفروشند. چرا باید کشورها بیان نفت ایران رو الان به سرعت بخرند؟ به این دلایل اینها قدرت گرفتن این درآمد نفتی رو ندارند. ممنون. یه نکته یادتون هست که این مربوط به فکر کنم 3 سال پیش بود، 4 سال پیش بود که با روسا یه قراردادی رو امضا کردن که نفت ایران رو روسا ببرن بفروشن. یادتون میاد که گفتش که ما بعد از کسر مخارج و اینها معامله میکنیم و بعد 80% ما برمیداریم، 20% میدیم به ایران. خب یه قرارداد خیلی مسخره بود دیگه. یعنی چی؟ نفتی که من خود مال منه من نفروشم بدم به شما، شما بری بفروشی، بعد شما یه صورت جلو من بذاری بگی اینا خرجش بوده، خرج منو بده. حالا از این بعد از این 80% مال من، 20% مال تو. این که منطق پشتش نبود، ولی اینا از این قراردادا بسیار 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 داره. اما آقای مهدی از ایران و آقای سجاد نوشته هستش که آقای مهدی نوشته از روز شنبه قراره لبنیات 70% گرون بشه. آقای سجاد همین پرسش رو اینجوری مطرح کرده که از آقای سلیمی بپرسید که در مورد افزایش 70% قیمت شیر خام و تأثیر آن به قیمت محصولات لبنی از آقای سلیمی پرسش دارم. چی جواب؟ این بسیار بسیار کلیدیه و شما میبینید اینهایی که وعده داده بودند همین چندی پیش که دلار به 17,000 تومان برسه، که من عرض کرده بودم هر چقدر میتونند مردم امروز دلار بخرند. این البته ما معلوم بود که این همچین دلاری ارزش نمیشه، وجود نداشته این. خب شما در نظر بگیرید که در همین 2 روز اخیر دلار از مرز 23,000 تومان باز وارد فاز 24,100 تومان شده بود. خب حسابی که امروز وجود داره ارقام، ببینید آقای فرهاد نیلی از اقتصاددان‌های داخل ایران یک بحث بسیار مفصلی رو در نشریه اقتصادی فکر کنم دنیا اقتصاد و در دارایان اونجا داره که اینو برای شنوندگانی که علاقمند هستند واقعا توصیه میکنم بخونند که جریان اصلا و غلام حسین شافعی که رئیس اتاق بازرگانی هست. اینها دیگه یکی رئیس اتاق بازرگانی تهران، یکی هم خودش از اقتصاددان‌هایی است که در نظام اینها کار کردن. ارقام تورم رو، این که تورم اصولا در ایران آقای بهبهانی 40 ساله که ما رشد اقتصادی منفی داریم، ما 50 ساله که در ایران تورم داریم. تورم به نظم پایدار در ایران تبدیل شده. تورم در بعضی از سالها در همین 3 سال اخیر بالای 50% بود. تورم بالای 50% میل به ابرتورم شدن داره و ابرتورم خطر بزرگی در پاشاندن سیستم و ساختارهای اقتصادی داره. ابرتورم قابل معالجه نیست. ابرتورم با گفتار درمانی شیخ حسن کلیدساز و با اعدام در واقع قیمتگذاران به اون معنایی که خودشون میخوان، با ضرب و شتم و نمیدونم با تعذیر و اینها تورم رو نمیشه معالجه کرد. شما ببینید ارقامی رو که من امروز آقای مهدی به دوست دیگر اشاره کردند، من این ارقام رو خوندم. این ارقام 61%، 62% لبنیات، 75% روغن، 112%. شما اصلا مات و مبهوت میشید. خب اینها رو شما، این از تأثیر قیمت واقعی دلاره. بسیاری ها هم ارزیابی کردن از کارشناسان خودشون، گفتند که با یک تکانه پس از این دولت دلار قدرت اینا داره که اینا دلار رو کامل سرکوب کردند. دلار تمایل اینا داره، تندنس این رو داره که به 50,000 تومان برسه، به 50,000 تومان برسه. این رشد اقلام، گرانی ها و اینکه تورم از میلیون ها داد و ستد و مبادلات زندگی روزانه سبد معیشتی ملت و از یک نوع میانگین تعیین کردن میانگین قیمت ها و کالاهایی که در سبد نیاز مردم هستند. به فرض یک کالایی که لاکچری میشه دیگه مردم قدرت مصرف اون رو ندارند، این دیگه خارج میشه. مثال زده بودن که ماهی سفید رو وقتی مردم 2 سال نتونن بخورن دیگه نمیاد توی سبد تعیین تورم. اون رقم تورم از کالاهایی میانگینگیری میشه که مورد استفاده به هر حال چیز روزانه، مایحتاج روزانه مردم هست. و از این میلیون ها مبادلاتی که در طول سال صورت میگیره، از این اقلام اساسی، اقلام یا به فرض مسکنم توش میاد، یه سری اقلامی که بخش بزرگی مثلا 50 میلیون جمعیت ایران، چون جمعیت ایران فقیر شدند، 50 میلیون از جمعیت ایران، از بزرگسالان که خرید میکنن از یک سری قند و شکر و ماهی‌های در یک سطوح ارزان و گوشت، نه گوشت راسته گوسفند یا بعضی از قسمت‌هایی که گرانتر هست، از اقلامی اینها استفاده میکنن و تورم رو تعیین میکنن که این تورم نشان میده همین اقلامی که امروز در نشریات اقتصادی و در نشریات گوناگون بوده، یعنی لبنیات، یعنی پنیر، گوشت، تخم مرغ و روغن خوراکی، اینها نشون میده که تورم تمایل اینا داره که گرانی ها تمایل 60%، 62% و 75% و 112%. عملا اینها خرداد رو یک ماهی فاجعه آور نسبت به خرداد پارسال برآورد کردن و میگن که 47%، در حالی که بخشی از اقتصاددان های خارج نرخ تورم را به مراتب بالاتر از این میبینند و نرخ تورم 50% یک مرزی هست آقای بهبهانی که مرز هشدار دهنده است، مرز قرمز، مرز سرخ برای تورم. به این ترتیب اینها باعث شده که یک شرایط بسیار سنگینی و تلخی هم برای در ماه‌های آینده برای نرخ ارز و اینکه پاره شدن این فنر نرخ ارز در بازارهای ایران هست. و چون جهان امروز در شرایطی هست که به هر حال کرونا به تدریج پس میره و جهانیان هم وارد یک نوع فاز جدید بعد از کرونا میشن، رکود از بین خواهد رفت و جامعه ایران به هر حال یه نوع تمایل داره پس از کرونا وارد یک حیات اقتصادی جدید بشه. طبیعی استیم به خاطر هرچند الان مسئله کرونا کامل حل نشده، هنوز مشکلات بزرگی وجود داره، ولی به هر حال با تکانه‌ای که در اقتصاد جهانی میخوره، ایران هم باید یه نفسی بکشه. همراه با این نفس کشیدن که به طور واقعی بعد از رکود جهانی هست، ایران وارد یک نوع رکود تورمی جدیدی میشه که با مسئله ارز، نرخ ارز در ایران، مشکلات تولید و مشکلات دیگر که من ترجیح میدم که به دنبال سوال شما وارد این بشیم. به هر حال نرخ تورم باعث شده آقای بهبهانی که شرایط ایران یک وضعیت خاصی برای نقدینگی وجود بیاد که در همین خرداد 3600 میلیارد تومان به 3600 میلیارد تومان به چیز اضافه بشه. ما نقدینگی امروز ما بسیار حجم گسترده‌ای پیدا کرده و این نقدینگی یک غول نقدینگی است که عملاً از طرف دولت آینده به هیچ وجه قابل کنترل نیست، به بازارهای قاچاق و عرصه‌های دیگر کشیده میشه و این رو باز هم در قسمت دیگه صحبت خواهیم کرد. بله ممنون از شما. عرضم به حضور شما یه مطلبی هم بود آقای راغفر، من این رو سایتم گذاشتم که بعدم خیلی پخش، یعنی رو سایت نتونستم حقیقتش قرارش بدم، خیلی این ورانور گذاشتم که دوستان بتونن ببینن و شاید بالاخره استفاده بکنن. این یه آدمی است که یه دوره‌ای فوتبال بازی میکرد، دروازه‌بان بود، نمیدونم در حقیقت جانشین ناصر حجازی بود، رزرو ناصر حجازی بود، بعدها در باشگاه راهم بود، دروازه‌بان تیم ملی بود، ولی رفت انقلاب و داستانها و مدرسه اقتصاد درس خوند و الان میگن تو دانشگاه مدرس اقتصاد و ایناست. مطالب جالبی رو بیان میکنه و اصرار میکنه به اینکه راهکار رفتن به سمت تولید داخلیه، ما باید تولید داخلی تقویت کنیم، مسیری که چین رفته مثلا یا ویتنام داره میره، او هم همون الگوها رو میخواد برداره. بعد منتها میگه برای این کار باید قیمت ارز بشه 10,000 تومان. بعد خب اینجا که به اینجا که میرسه آدم تعجب میکنه که پس این همه صغرا و کبرای خوب چیدن چرا یه مرتبه وامانده میشه، آخرش رو میفته تو این تله. امروز هم چینی ها اعلام کردن که رمزارز چی بود اسمش، بیت کوین رو بر میدارن و اصلا دیگه اعتباری بهش نمیدن، همین باعث سقوطش شد. حتی این تو ماه اپریل رفت قیمتش بالای 60,000 دلار، خیلی عجیب و غریب بود، یه چیزی که رو مایه های پنی و اینا بود یهو رفت شد 60,000 61,000 دلار، ولی الان رو 30,000 دلار امروز ظاهرا سقوط کرده. بریم این دوتا مطلب رو از شما پرسیم، وضعیت ارز و دلار و اینکه این آقا ضمن اینکه حرفای درستی میزنه به نظر من، چرا به اینجا که میرسه به ته نتیجه که میخواد بگیره کپ میکنه، چیه گره کجاست؟ بله من در گزارشات هفته پیش خودم توی این دفتر سیاه پرونده آقای راغفر رو در اینجا داشتم که به خاطر ماجراهایی که داشتیم این گزارش اونجا مخفول موند. آقای راغفر همینطور، چون بعضی از این اعداد خیلی فرار هم هست، ولی راغفر به هر حال در مجموع یک اقتصاددان منتقد هست، ضمن اینکه این اقتصاددان‌های منتقد گاهن هم حرفای خیالی زیاد زدن، بعضی از اینها بازی میکنن، افرادی مثل سید لیلاز و اینا که اصلا نه اقتصاددان هست و نه اون اصلا ادعاهایی که داره رو، اما فرشاد مومنی، راغفر و بعضی از اینها به هر حال انتقادهای درستی در یک دوره‌ای میکنن. ایشون ضمن اینکه میگه 500,000 میلیارد تومان سپرده بانک ها گم شده، ضمن اینکه میگه در سال 96 70,000 میلیارد تومان تبدیل از سپرده هایی که در بانک ها بوده مردم از اون محروم شدند و این ارقام و اینا رو میاره و ورشکستگی بانک ها رو اشاره میکنه. بعد خیلی عجیبه که همینطوری که شما گفتید آقای بهبهانی میاد میگه که اگر ارز به 10,000 تومان برسد میشود این کار و اون کار و اون کار کرد. خب این حرف اصلا نشون میده که یا این آقا واقعا از اصول پایه‌ای اقتصاد اصلا کاملا بیخبر هست، یا اینکه باز هم یک مطامعی مسائلی پشت پرده است. من فکر میکنم که بعضا اینها اون فانتزی های افرادی هست که در یک دوره‌ای چیزایی رو میگن و اینا، یا همین مقامات بانک مرکزی شما میدونید که بارها اومدن وعده‌هایی دادن. اول اینکه ارز در ایران، دلار در ایران ماه‌های پیش باید همون 32,000 تومانی که شده بود باید اون میموند و باید جلوتر میرفت. من اینو بارها گفتم، اگر کسی فکر میکنه که ارز رو میتونه پایین بیاره، این کس باید قادر باشه تورم رو پایین بیاره، چون رابطه مستقیمی وجود داره بین تورم و تورم در کشور ما و تورم در سطح جهان. شما ببینید آقای بهبهانی، تورم در عراق بعد از 20 سال فروپاشی دولت 5%، تورم در افغانستان 2%، تورم در ترکیه مدت‌ها، در کشورهای همسایه مدت‌ها در ترکیه پایین بود، ولی به خاطر ماجراهایی که اردوغان ایجاد کرد بالاترین تورم 15%، نه یه چیزی حدود مثلا 47% فلان درصد، نه، تورم در کشورهای عربی همه بین 4 و 5%. تورم در سطح جهان در این 40 سال اخیر به گونه‌ای کنترل شده که در بسیاری از کشورها حتی به عدد 1%، 2% رسیده و بعضن حتی به سمت 0 تمایل داشته. تورم رو امروز در جهان مدرن کنترل کردن، ولی در ایران از زمان از 50 سال، 51 سال پیش که ما مشکل داشتیم با اینکه یک اقتصاد نفتی بودیم، هیچ وقت در سال 57 فقط با اقداماتی که صورت گرفته بود داشت تورم کاهش پیدا میکرد که بعد زد اون انقلاب. یعنی در واقع اگر همون حکومت رژیم پیشین شاه فقید میماند، امکاناتی داشت وجود میومد در جهان که از لحاظ اکادمیک و از لحاظ تجربی جهان غرب، اروپاییان بعد از بحران 1373 خورشیدی که خود این عامل تورم در جهان غرب گران شدن نفت اوپک بود که، ولی اونها بعد از اون تونستن این رو به عنوان یک پدیده بشناسند و اقتصادهای خودشون رو کم کم زیر کنترل بگیرند، بانک مرکزی رو مستقل بکنند، منابع تورم رو، تورمزا رو به لحاظ گوناگون وقتی که تونستن بشناسند، تونستن اقدامات مالی و اقتصادی گوناگونی انجام بدن تا امر تورم به تدریج در دهه‌های بعد کاهش پیدا کرد. به یقین اگر رژیم پیشین میماند، چون در سال 57 نشانه‌های اون دیده شده بود که داشتن کنترلش میکردن، به یقین این امر مثل کشورهای دیگر، مثل کره جنوبی، مثل بسیاری از کشورهای غرب، تورم در کشور ما، در ایران امروز، میتونست به همین رقم 2%، 3% برسه، در حالی که پس از این آمدن این رژیم تبهکار که اقتصاد مال خر بود، چی بود، اینها این تورم رو پایدار کردن، بیماری مزمن کردن. فرهاد نیلی میگه که تورم در ایران به نظم پایدار تبدیل شده، تا مادامی که تورم میانگین تورم در تمامی این 40 سال، 43 سال 20 الی 30% بود، در بعضی از سالها به بالای 50% رسید. بنابراین نرخ ارز، افزایش نرخ ارز آقای بهبهانی وابسته به نرخ تورمه و این نرخ تورم به هیچ وجه در ایران قابل علاج نیست. اینها قادر نیستند تورم رو که نظم پایدار اقتصاد شده، به گفته گزارشگران خودشون غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، به گفته اقتصاددانها و غیر و غیر و غیر و کمیسیون های مجلس، قابل کنترل نیست. بنابراین نرخ ارز که در 3 سال پیش از 3750 تومان به 4000 خورده ای و بعد رسید به 10000 و 12000 و 15000 و 17000 تومان رسید هر دلار، امروز این پیک رو پشت سر گذاشتن، اینو امنیتیش کردن، پایین آوردند. اصلا به این معنا نیست که این ارز پایین اومده. چگونه راغفر میخواد تورم رو حل بکنه؟ چگونه راغفر میخواد یک اقتصاد تولیدی در ایران ایجاد بکنه؟ چگونه میخواد بعد نقدینگی رو هدایت بکنه؟ در با وجود این نرخ تورم، این نرخ بیکاری، این نرخ کاهش سرمایه در ایران، سرمایه گذاری در ایران، وضعیت بدهی های سنگین دولت، فساد بانکی، امکان پذیر نیست مهار قیمت ارز در بازارهای ایرانی. کسی که اینو میگه یا متوهمه، یا فانتزی های بزرگ داره، یا خودش یک به هر حال گمارده یک سیستمی است. من فکر میکنم که اینها میتونه گاهی اوقات تمام این بیماری های مزمن یک جا جمع بشه در سعید لیلاز، یا گاهی اوقات میخوان یه امیدهای واهی بدن، مثلا به فرض یک امتیازی هم بگیرن. حالا بعضی از اقتصاددانها خوشبختانه در اقتصاد ایران، در صحنه اقتصاد و فن سالاران ایران، هنوز بسیاری از وجدانهای اقتصادی هستند، باید واقعا ببینیم اینها رو که اینها مسئولانه گزارش میکنن و مشکلات بانک مرکزی رو میگن. همه مثل این عبدالناصر همتی، این معبود عبدالکریم سروش، جمال عبدالناصر، همه مثل اون خائن و تبهکار رو سخن وران در واقع خالی، به قول شما مثل خوردن آدم سه، هر چی میخوری بیشتر گرسنت میشه، هیچ چی توی معدت نمیره. حرفای عبدالکریم سروش در مورد تبهکاری مثل عبدالناصر همتی که پول رو به اینجا رسوند. خب دوروبری های او همواره دروغ گفتند، عده‌ای از اقتصاددان ها همواره دروغ میگن، اما اقتصاددان هایی که وجدان علمی دارن میگن که یک چنین چیزی به هیچ وجه امکان پذیر نیست. تورم در دوران همین رئیسی بسیار بالاتر خواهد رفت، قابل کنترل نیست و نرخ ارز هم بالا میره. آقای بهبهانی، یک روزی ما خواهیم دید به هر حال در همین سال یا یک جای این فنر تورم مثل قیمت بنزین یک باره از جهش باز هم سوابری خواهد کرد، از 24 و 25 هزار به بالای 50 هزار تومان خواهد رسید. من شکی در این ندارم. آخه امروز BBC اعلام کرده نمیدونم در خرداد ما نرخ تورم در خانوار نمیدونم ایرانی در خرداد ما به 43% رسید. یعنی چی؟ یعنی چی؟ نرخ رشد نقطه به نقطه تورم به 47% رسید، نه 43%، به 47%. تورم رو ماهانه حساب میکنن، تورم رو سالانه حساب میکنن. آقای بهبهانی، نسبت یک بار نرخ تورم رو نسبت به هر ماه به سال پیش، خرداد به خرداد سال پیش میگیرن، نرخ تورم سالانه میگیرن. اینها مسائل محاسبات اقتصادی هست که در به هر حال در چیز وجود داره. وقتی میگن مثلا 1.4 رشد کرده، خرداد رو به اردیبهشت مقایسه میکنند. وقتی که سالانه میگن 47% نسبت به سال پیش. وقتی هم که نسبت به سال شاخص حساب میکنن، امسال نسبت به سال 94، اجازه بدید من رقم رو دقیق بگم، نرخ تورم در 3 سال اخیر به 360% رسیده. عدد شاخص کل تورم به 316% رسیده بود که سال پایه رو 95 گرفته بودند. این رو در سال 99 تعیین کردند. یعنی در سال 99 گفتند که اگر نرخ تورم، عدد مقیاس و میزان و مبنا، سال 95 رو 100% بگیریم شاخص رو، در سال 99 به 316% رسیده. این چنین یعنی 3 برابر شده. بنابراین باید حقوق به هر حال جمعیت کارکنان و دولت، غیر دولت و اینها هم به فرض اگه 3 میلیون تومان بود، باید به همون میزان تورم به 9 میلیون تومان میرسید که یک چنین افزایش درآمدهای حقوق رو ما هم در ایران نداریم. اینها رو گاهی اوقات نسبت به سال پایه میگیرن، گاهی اوقات سالانه میگیرن، گاهی اوقات هم نقطه به نقطه میگیرن. آقای بهبهانی، دو تا موضوع هست. یکی این داستان آیت الله قتل عام که این هیچ از سرش نمیفته. دوم دستگاه قضایی که او اداره کرد و بیخودی اومد و یه داد و بیداد کرد و هیچ اتفاقی نیفتاد. داستان پرونده حسن رعیت همچنان بلا تکلیفه. اون یکی که میگن اصلا آزاده، تو ویلاش برای خودش مهمونی میده، با رفقاش نیستن، لب استخر عرقشونو میخورن، کبابشونو باد میزنن. اسمش چی بود؟ بابک زنجانی. 11 ابر بدهکار بانکی، معلوم نیست اینا کیان چیان. و به قول همین یارو میگفتش که راغفر میگفت 53,000 ماشین لوکس از گمرک ایران ترخیص میشن بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی. 53,000 تا ماشین، به قول خودش میگفت 53 تا مداد که نیست که بزنم تو جیبم و در بیام بیرون. 53,000 دستگاه خودروی لوکس، یعنی پورشه و بی ام دبلیو ایناست دیگه. این موضوعات رو این چجوری میخواد حل و فصل کنه؟ آیا این دستگاه قضایی که این اینجوری رها کرده فکر میکنی میتونه واقعا؟ این گفته میخوام بیام اینجا فساد رو حل کنم. تو دستگاه قضا که مرکز حل و فصل مسائله نتونست جایی بره جلو، میگه اینجا میخوام حل کنم. اینجا جاییست که همه اومدن گفتن ما آفتابدار دم در بیت رفتری هستیم، به اون میگن این آفتابه رو بردار یا اون آفتابه رو بردار، کاری از دست ما بر نمی. چیه ماجرا واقعا؟ ولی این بزرگترین چیز که واقعا یک فاجعه بزرگه. شما ببینید نه تنها ولی فقیه همیشه 3 قوه رو تو دست خودش داشته، الان یکی دیگه پیدا شده که 2 قوه رو تو دست خودش داره. آقای دهخان یعنی طرف هم قوه قضاییه رو داره. هنوز اولین بحثش باید این می بوده که وقتی که این روز اول که اصلا نامش برده شده، درسته یک ماه دیگر تا یک ماه دیگر هنوز ریاست جمهور به شکل به قول خارفرنگی ها گفتن کمیساریش، یعنی اون کمیسار این هست، سرپرست این هست، تا یک ماه دیگر هنوز قدرت رو حسن روحانی داره به لحاظ تحویل قدرت و مسئولیت ها، ولی طرف رئیس جمهور کشور به طور رسمی، ولی رئیس قوه قضاییه هم هست. خب این یک، شما ببینید این خود این 2 قوه در دست یک آدم در تمام این دوران انتخابات هم همینطور بود. اون میتونست همیشه اعمال در واقع بگونه اعمال قهر خودش رو انجام بده. خب قوه قضاییه به این شکله. این که این قوه قضاییه این چه نقشی در دور قبل داشته؟ آقای بهبهانی میخواستن به این چهره مبارزه با فقر رو بدن. این فرد با وعده مبارزه با فساد و این فقر و اینها اومد رو کار، به گونه‌ای همون حرفی که در اول سال طرف زده بود، سیدعلی زده بود که این کابینه جوان باید سال مانع زدایی هاست، سال یک سری وعده هایی که هر سال میداده، تولید باید با مانع های اون 40,000 لایحه و قانون و اینها که رضایی میگفت من اول اینا رو برمیدارم به سرعت، این هم باید اول این لایحه ها رو به این قانون های دستپاگیر رو همراه با محاکمه دیگر اون 11 کسانی که در واقع به اعتبارات بزرگ گرفتند. اینجا خوبه که اشاره‌ای بکنم، در سال 1399 آقای بهبهانی بانک ها 1900 میلیارد تومان، 2,000 میلیارد تومان، یعنی 3 برابر بودجه عمومی کشور، به اگه شما 600 هزار میلیارد بودجه دولت رو در نظر بگیرید، عدد بودجه دولت رو در نظر بگیرید، بانک ها 1,900 هزار میلیارد تومان اعتبار دادند به ادعی. یعنی این که میگن بانک ها در ایران نقدینگی رو هی اضافه میکنن و این در حالی که در امر افزایش نقدینگی باید در دست بانک مرکزی باشه. در ایران یک چیز بیماری وجود داره که بانک ها میتونن، همین بانک ها اعتبار میدن، طرف نمیتونه اعتبار رو پرداخت بکنه، دوباره اون اعتبار رو بگونه میبخشند و بعد باز برای در واقع پایه پولی رو گسترش میدند و چون تولید ناخالص داخلی و مشکلات دیگری که در اقتصاد کشور هست، بودجه عمومی کسری تراز داره، اینها باز هم پول خلق میکنند. پول رو هم بانک مرکزی خلق میکنه هم بانک ها. وقتی که اینا بانک پول خلق میکنه، این پول رو در اختیار عده‌ای از همین دست‌های تبهکار، همین طرف که میخواست بیاد رئیس جمهور بشه، عبدالناصر همتی گفت 11 بدهکار بزرگ. کدوم ها هستند این بدهکاران؟ همین هایی که میرن 53,000 ماشین میارند یا این پول از بانک ها میگیرن میبرن. مثلا همین چند روز اخیر میگفتن $3 میلیارد حجم کالاهایی هست که در انبارهای گمرکی خابیده و ترخیص نشده. این 3 میلیارد دلار چها بودند؟ همین اجناسند. طرف احمدی نژاد میگفتند کالاهای در واقع کالاهای ویژه‌ای وجود دارن که به لحاظ امنیتی نمیشه. بعدن رفتیم باز کردیم دیدیم که لوازم آرایش خانواست. میگفتن اینا کالاهایی هستن که اجازه نداریم اون کنتینرها رو 1400 کنتینر رو اجازه نداشتیم باز کنیم، در حالی که اونا وسایل لوکسی بودن که اینا وارد میکردن. و مثل اینکه طرف مثلا با آمبولانس کارهای خلاف میکرده که داره بیمار میبره، ولی کارهای خصوصی خودشونو میکردن. اینها در واقع چهره اقتصاد قاچاق، اقتصاد رانتی همین هاست. به این ترتیب این بدهکاران بزرگ بانکی رو دستای از خود حقوقی ها و دولتی ها این هستند. همه اینها شرکای نزدیک قالیباف و رئیسی و اینها هستند. حالا یک عده رو مثل لاریجانی رو اگه تشخیص بدن، اون اکبر تبری رو کی رو هم برای یه دوره میگیرن. اخیراً من یه گزارشی خوندم که خیلی جالبه برای شنیدن شنوندگان. کسانی که در این زمینه می نوشتن آوردند که چند پرونده بزرگ رئیسی برای رسیدگی داره. قطعاً اینها پرونده هایی هستند که رقبای رئیسی هستند که میلیاردها، دهها میلیارد دلار رو گرفتند و رئیسی اینها را تومه گذاشته. مثل همون لاریجانی، شیخ صادق لاریجانی، چندین چهره هستند که حالا اینا قرار به نام صدر هاشمی ها میفته یا به نام کدوم خانواده چند 10 میلیارد دلاری به لحاظ سرمایه سنگین میفته معلوم نیست. ولی بخشی از این پولهایی که احمدی نژاد داده بود به رایگان به یه عده‌ای داده بودند، اینها اون 700 میلیاردی که به یک سری از خانواده ها داده بودند، این 1900 میلیارد تومانی که عبدالناصر همتی بخشید، بانک هاشون بخشیدند، یه سری از اینا رو میگیرن، اینها رو به محاکمه و اینا میکشونن که رقبای اینها به هر حال کنار زده بشن. ولی چاره‌ای برای اقتصاد نیست. اجازه بدید که من چند نکته رو هم در همین جا عرض بکنم خدمتتون آقای بهبهانی. یک گزارشی هست وجود داره که رئیسی سعی میکنه که در 2 سال آینده به لحاظ چالش‌های درون حکومتی وضعیتی در ایران ایجاد بکنه که یک سری از رقبا رو حذف بکنه. این رقبا میتونن، چون شیخ صادق که حذف شده، این رقبا یکی از بزرگترین رقبای این همین قالیباف هست. تا فعلا دوران معاشقه بین مجلس و دولته، اما رقابت بین قالیباف و رئیسی اینگونه نمیمونه. در این دولت یکی از مسائلی که همیشه بین دولت ها و مجلس ها بوده، بعد از یه مدتی اختلاف سنگینی بین دولت و مجلس افتاد. معمولا اینها سعی میکردن که با هم دیگر به رقابت نیفتند، ولی در ساخت قدرت در ایران اینگونه است که دولت بعد از یک مدتی با مجلس حاکم به رقابت و به درگیری های مشکلات زیادی وارد میشه. فعلا گفتند که تقسیم قدرت رو میخوان قالیباف و رئیسی با هم دیگه بکنن. از اون طرف هم بیت رهبری به هر حال حداد عادل میگند که با خود رئیسی به گونه‌های گوناگون داره رقابت میکنه. این رقابت‌ها در همین ماه‌های آینده با توجه به وضعیت سخت اقتصادی به دهان باز خواهد کرد و رئیسی در بحران سیاستگذاری بسیار بسیار گرفتار میشه و چهره این فرد در قوه قضاییه کاملا متفاوت خواهد بود تا چهره یک رئیس جمهوری که باید عملیات و امور اقتصادی، امور اجرایی را پیش ببره. قطعا چهره ریاست جمهوری این فرد با دورانی که در قوه قضاییه بوده متفاوته. و اینکه قوه قضاییه رو اینها به دست کی میدند، آیا سیدعلی این قوه و مشتبه این قوه قضاییه رو به یک رقیب که میخواد با این بجنگه میده، یا همون محسنی اجایی میده؟ تازه اگه به محسنی اجایی بده معلوم نیست چه اجدهایی، چون اینا باید در رقابت هست که قوه قهریه برتر، ولایت فقیه، باید اختلافاتی بین این سه قوه باشه تا این بتونه این سه قوه رو تحت کنترل خودش داشته باشه. ما با چهره جدیدی از تضادها و درگیریها و تنشها در ماه‌های آینده روبرو خواهیم شد آقای بهبهانی. آره ولی درسته، ولی یه عده‌ای معتقدن که این اومده که یه حکومت یه دست درست کنه. من دیروز با آقای شاهین‌پر که صحبت میکردم بالاخره به این نتیجه رسیدم که آیا این حکومت یه دست یا این یه رقیب شد الان برای دستگاه خامنه‌ای، چون با این موضوعی که مطرح کرد که باید به من مدال بدن بابت کشتار 67 طلبکاره، یعنی میگه اگه ما نبودیم که این کشتار رو نمیکردیم که شما نمیتونستیم باشین، که میگه دستگاه و دولت و فلان رو ما نگه داشتیم با این کشتاری که کردیم. خب این ادعای طلبکاری، این که نمیتونه ادعای معنای ادعای همراهی و همدلی بده که. و از طرف شما هم درست نگاه میکنی، میگه آقا این با وجود اختلاف بین این سه تا قوه میتونه تا اینجا این کار رو پیش برده. یعنی همیشه یه دوگانه‌ای از روز اول اینا داشتن. یاد باشه اون اول گفت انقلابی مکتبی نمیدونم لیبرال، بعد شد نمیدونم حزب اللهی و نمیدونم اینجوری، بعد اصلا دانشجویان مسلمان، مسلمانان دانشجو، همش یه دوگانه توی این کفه وجود داشته و حاکمیت از این دوگانگی سود برده. تفرقه بیانداز و حکومت کن رو درست عمل کرده. اما این دفعه یه شاخی در اومده و این طرفی که قرار بوده بیاد به عنوان همراه و همدل مدعیه. چی میبینی حالا؟ بازم فکر میکنی این حکومت یه دست درست شد یا اون طرح که الان مطرح کردید که اختلاف بیانداز حکومت کن حاکمیت داره؟ چجوری شد حالا؟ ببینید رژیم های دچار کهولت شده و این رژیم دوران جوانیش نیست، چون این آنتروپی و این کهولتی که بسیار از رژیم هایی که در دوران آغازین خودشون تسلط پیدا می کنن غلبه بر هم بر روان مردم هست، هم اعتماد مردم رو در پس از انقلاب ها با خودشون همراه کردن و منابع انسانی برای جانفشانی ها دارند. اگرچه به فرض در دوران جنگ یا در سال 58 59 ما با مشکلات بزرگ مالی روبرو بودیم، ولی منابع انسانی در اختیار اینها بود. جهانیان اینها رو به عنوان یه دولت پس از انقلاب از فوکوی فیلسوف گرفته تا نمیدونم کی و کی و کی به اینها یک نوع اعتباری میدادند. به اینها جوان بودند و خودشون هم این شکمهای سیری ناپذیر رو نداشتند. اینقدر در فساد و سرطان و اینقدر در بحران و تورم و اینها نبودن. مشکلات عدیده‌ای که اینها دارند الان، اینها خودشون عاملان مرگ خودشون هستند الان. و این کهولت سبب شده که شما ببینید شما 4 تا آدم که اراده این آدم رو بخوان تامین بکنه پیدا نمی کنید، مگر روحانی خودش با اون تیم کوچک خودش تونسته بود. ببینید شمخانی یه طرف میرفت، همین همتی بعدها معلوم شد دستور از در خیلی از جهات دستور از مستقیم از بیت رهبری می گرفت. بانک مرکزی از اقتصاد زیرزمینی قاچاق داشت دستور می گرفت. منابع اصلا مدت ها بود که فرهاد دشپسند و این مردک با هم دیگر عبدالناصر همتی هر کدوم یه راه رو می رفتن. در بورس با هم دیگر اختلاف داشتن، در سرمایه های مالی با هم اختلاف داشتن. دستورهای مهم مالی و بانکی و اقتصادی از طرف روحانی صادر نمی شد. بسیاری چیزها در واقع قدرت فقط در سیاست خارجی میدان رهبری نمی کرد. در سیاست های بانک مرکزی رو هم شما می بینید که میدان داشت پیش می برد. در همه عرصه ها در سیاست کرونا میدان داشت تصمیم می گرفت. الان عده‌ای میگن که رئیسی میدان در میدانه. یعنی اگر عده‌ای بودند که بعضی ها که سیاست‌های میدانی رو پیش می‌بردن، این الان اومده یک جناحی از قدرت، یعنی قوه قضاییه که میتونه حتی، چون عملاً قوه قضاییه به اراده سپاه پاسداران مسلط شد. این دور سپاه خیزی برداشت، خیلی از افراد سپاه اومدن. این باید مورد توجه شنوندگان و بینندگان باشه. این درست بود که واقعا سپاه داشت در درون خودش بسیج میکرد، یک چینش جدیدی از قدرت رو فراهم می آورد. عده‌ای از این سپاهیان جوان رو همراه با دهخان و حسین دهخان و دیگران، اون محمد سید محمد و دیگران را آورد. اینا پوشش نبوده، سپاه یک خیزی برداشت که بیاد قدرت رو بگیره، ولی روحانیت همچنان ولایت فقیه، بیت رهبری و روحانیت اول اینکه مشت محکمی به همین نیروهای سپاه زد و سپاه در درون خودش، سپاه و ارتش و نیروهای نظامیان دچار تفرقه بودند. هنوز به این مرحله از انسجام نرسیدند که قدرت در واقع اصلی رو یا همون بخشی از قدرت رو، یعنی قوه مجریه رو در دست بگیرن. و این فرد تونسته نشان میده که این فرد فعلا در معادله، در بالانس قدرت در ایران به عنوان یکی از آخرین چهره ها. البته اینا همواره وقتی که حضور داشته باشن چهره رو میزاند. اینها بعد از این هم میتونن، بعد از به فرض اگر این رژیم بتواند به یک دلایلی خودش رو بازسازی بکنه و از این انقلاب مردم و غیر و غیر که امشب در قسمت سیاسی صحبت میکنیم بخواد رهایی پیدا بکنه، گریبانش رو رها بکنه، باز هم ممکنه در دورهایی به فرض بعد از این عادی مثل قالیباف یا یک جلاد و تبهکار دیگری رو بیارن. ولی فعلا بحث اون نیست. فعلا اون چه که مسلط شده، شما، من خاطرم هست 6 هفته پیش از من پرسیدید آقا چهره روحانی، هنوز این آدم نیامده بود، آخوند کیه، امامه به سر کیه که میتونه بیاد؟ در اونجا جناب علی با من صحبت کردیم، گفتیم که همواره این امکان وجود داره که رئیسی رو اینا در هفته‌های آخر بیارن و قدرت رو بدن دست اون. اون دورانی بود که ما به این رسیده بودیم که سید محمد به احتمال بسیار غریب به یقین یک کاندیدای پوششی است. به هر حال موازنه قدرت نشون داد که اینها دست به دامان یک چنین چهره‌ای شدند که این چهره شاید یا یک پوست خربوزه‌ای هست که این ورژن این که اینو بیارند، این رو هم مثل شاهرودی و دیگران به هر حال این پوزه این رو به خاک بمالند تا اینکه ولی فقیه رو خود سید مشتبه بکنن. شاید این جادوگر پیر، این جنایتکار دجال علی خامنه‌ای شاید آرزو داره که 4 سال دیگر هم ببینه و در این 4 سال رئیسی پوزش به خاک مالیده بشه، سید مشتبه جوجش هم 4 سال دیگر بیشتر تجربه بکنه و اینها بتونن باز هم به فرض یک شرایط ایجاد بکنن که یک رئیس جمهور ضعیف و یک چهره‌ای که دیگه قادر نیست. به هر حال از اون ور هم سید مشتبه قدرت برتر بشه در جامعه، به تدریج در این سالهای آینده بتونن او رو به عنوان یک ولی فقیه بیارن. اینها به هر حال سناریوی قدرتی هست که در حال زوال هست، در حال اضمحلال هست، ولی همواره امید خودش رو حفظ میکنه. در هر صورت رژیم پیر شده و با این وضعیت پیری که داره، تصمیم گیری براش هم خیلی مشکل تره، با مشکلات زیادی روبروست. اونهایی که میگن اینها این وسایل رو دارن، ابزارهای گوناگون رو دارن، باید بیان اول از همون قسمت اقتصاد که گفتیم. من آقای بهبهانی به شما این رو به ذرس قاطع عرض بکنم که رژیم جمهوری اسلامی مثل سالهای 83 1983 84 85 میلادی تا اون سالهای پایانی است، با این تفاوت که او امکانات مالی زیادی داشت، این حد در بحران نبود و اینقدر واقعا در اون زمان مردم اتحاد جماهیر شوروی اینقدر ناراضی نبودند که امروز 85 میلیون نفر، من در اون کشور زندگی کردم دیدم اینقدر نارضایتی نبوده و وضعیت اینگونه نداشتند. اونجا یک حزب کمونیست قوی داشتن، اونها تصمیم گرفتن که خودشون رو سبک کنن تا زوزنقه روسیه رو، اونطوری که اون کتاب تاریران نوشته بود که روسیه زوزنقه است که ناپلئون بناپارت هم نتونست روسیه رو بگیره، اونها تشخیص دادن اتحاد جماهیر شوروی رو سبکش کنن، زوزنقه رو بگیرن تا بعد سالهای بعد دوباره این زوزنقه روسیه بتونه باز اقمار جدیدی رو و نفوذ خودش رو یک دور اول آزادشون کنن خودشون رو و سازمان امنیت خودشون رو، قدرت نظامی خودشون رو، ارتش خودشون رو حفظ کردن. این وضع در مورد ایران اصلا صدق نمیکنه. رژیم ایران به هیچ وجه قابل مقایسه با سالهای دهه 1980 تا 90 اتحاد جماهیر شوروی نیست. این رژیم خزانش خالیه، وضعیتش سخت در فساد و بحرانه. این رژیم و این فرد به عنوان رئیس جمهور و این به هر حال بیت رهبری با تمام تضادها و ماجراهایش قدرت نداره که تسلط پیدا بکنه به ایران 85 میلیونی و در این وضعیت جهان و منطقه. این امکان پذیر نیست. برمان یعنی شما در حقیقت این مطلبی رو که من گفتم رو رد کردی، یعنی قبول نداری که این مدعی این کاره، یعنی حرفایی که میزنه ادعایی در کارش نیست. این ادعا در واقع از ضعف و از در گوشه رینگ قرار گرفتن، این کرکری خوندن برای ملت. به نظر من اینها میدونن که نه، این برای ملت نیست، برای خامنه ایه. این در این مدعیه که من این کارا رو کردم تا شماها بتونید بمانید، تا نظام جمهوری اسلامی رو حفظ کنید. این مدعی بر ملت نیست، مدعی بر دستگاه حاکمه است. به نظر من اینجوریه. با ملت چیکار دارین؟ پس وارد این بحث بشیم که من براتون یک چیز جدید رو عرض بکنم که امروز در محافل اینها بوده. بسیاری ها یا عده‌ای معتقدن که دو جناح در خود روحانیت داره عمل میکنه، در خود هسته سخت قدرت. یک جناح حلقه مشهد، حلقه علم الهدا و رئیسی و این هاست. یک جناح حلقه مشتبه خامنه‌ای و حداد عادل و این هاست. و اینهایی که میگن که جناح علم الهدا و حلقه مشهد در واقع بخشی از سپاهیان رو، بخشی از نظامیان رو با خودشون داره، اینها معتقدن که این عارض شده به بخشی دیگر از روحانیت، چون این بحث در هسته سخت قدرت بین نظامیان و روحانیت نیست، بلکه در درون خود هسته سخت روحانیت و همون بخشی از بیت رهبری، چون این فرد یکی از نزدیکان بیت رهبری است، شاید این نزدیکترین چهره بیت رهبری است. یعنی به یک زمانی شیخ صادق اینقدر به علی خامنه‌ای، خانواده لاریجانی اینقدر نزدیک بودن و این اون موقع هنوز در سایه بود. البته این کسی بود که نشون میداد همواره میتونست بیاد و بگیره و منتظر قدرت بود. و این امروز میگن که این انتظار، اون تزی که جنابعالی دارید، اون سناریویی که جنابعالی دارید مطرح میفرمایید، اینه که این آدم مثل اون دورانی که میگفتن که آیا ابوالحسن بنی صدر جنگ رو عملا به یک نقطه رسیده بود که عراق رو واقعا به پس زده بود و قرار بود بیاد تهران. اینها فکر میکردن که اگر آقای بنی صدر بیاد تهران ادعای این رو خواهد کرد که ما جنگ رو پیروز شدیم و بعد فاتحانه وارد تهران بشه. و به این دلیل خمینی این خطر رو حس کرده بود، گفته بود که آقا یک کاری بکنید که جنگ ادامه پیدا کنه، این فردم در واقع شرش کنده بشه که این به عنوان یک رئیس جمهور قدرتمند وارد دوباره تهران نشه، قدرت اجرایی نیاد، قدرت روحانیت اون موقع ضعیفتر بود، حزب جمهوری اسلامی رو بپوشونه و بهشتی زیر سایه بنی صدر بره. اینها ادعی میگن که با توجه به اینکه این ادعا میکنه که من بودم که اینو 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 کردم، سرکوب کردم، چه کردم، پس قدرت برتر هست. و من فکر میکنم که این نیست، این نیست، یا شاید امروز تا این حد پیش نرفته. به نظر من هنوز جبهه درون هسته سخت قدرت، این پیشبینی یا هنوز خیلی زود رسه برای این پیشبینی به این گونه که دو جناح کاملا از هم تفکیک شدند و درگیری بین اینه که یا سید مشتبه یا این یارو ابراهیم رئیسی. حداقل این رو میشه دید. به نظر من هنوز تضادهای دیگری وجود دارن که فعالترن از تضادی که در خود هسته سخت قدرته. اگر تضادی بین هسته سخت قدرت وجود داشته باشه، این تضاد به گمان من تضاد بین حلقه مشهد و حلقه در واقع مشتبه خامنه‌ای نیست، این تضاد از جاهای دیگر دهن باز میکنه. این رو عرض میکنم، این سناریو رو بیشتر باید دنبال کرد. من به این که این تهدید کرده و به هر حال حق میخواد و این که دیگران باید اینو حذف بکنن یا جلو اینو بگیرن، هنوز به این نتیجه نرسیدم آقای بهبهانی عزیز، یعنی قبولش ندارم این نگاه رو. اما یک چیز رو باید تاکید بکنم، ببینید آقای بهبهانی، تجربه دنیا کشورهای گوناگون نشون داده کسی میتونه بحران سیاستگذاری رو حل بکنه در شرایط‌های بحرانی که زمینه‌های اقتصادی داشته باشه. چه یاروزلسکی در لهستان برای یه مدتی، چه ژنرال فرانکو برای یه مدتی در پاریس در اسپانیا، و چه خانهای آمریکای لاتین در شیلی هم به همین ترتیب، یا در حتی در ایران خود ما در زمان محمد رضا شاه موقعی دکتر مصدق رو کنار زدند که امکان فروش نفت بود، امکان زمینهای مالی بود. پس از اون طرحی که دکتر مصدق نپذیرفت، اینها اون جریان نفت رو، فروش نفت رو با اون شرایطی که غرب می‌خواست رو اینها قبول کردن و یک دورانی از گشایش اقتصادی و زمینه‌ای برای رفرم‌ها ایجاد شده بود. در ایران زمینه برای رفرم و گشایش‌های اقتصادی وجود نداره. اقتصاد ایران در حال سوختن و فروپاشیه. چه چیزی باید مردم معترض گرسنه 60-70 میلیونی رو باید ترغیب بکنه که اینها از یک رئیس جمهور حمایت بکنند؟ این اون بخش سیاسی که در آخر میخواستم بهش برسم. تا مادامی که امکان گشایش‌های اقتصادی نیست، رفرم نیست، رفرمیستای اصلاح طلب و استمرار طلب و اعتدالگرا و همه اینها کم آوردند، هیچ زمینه‌ای برای هیچ گونه از رفرم در سیستم، در سیاست بانکی، در ساختارهای اقتصادی اجتماعی اینها وجود نداره. چون امکان رفرم در ایران موجود نیست، هیچ قدرتی امکانی نداره که مسلط بشه به قدرت اجراییه. از این رو هست که من میگم که این ابراهیم رئیسی و کابینه این و دولت این. من یه سوالم فقط همین ساده است، آیا شما میبینی که اینا رفتن به سوی یک دولت یعنی یه پارچه میشن؟ تکمیل شد؟ ابدا نه، ابدا نه قربان، همین رو میخواستم عرض بکنم. اینها قادر نیستند این قدرت، نه وعده قدرت ائتلافی رو هیچ یک از جناح‌های دیگر، از جناح لاریجانی گرفته تا افرادی از نزدیکان احمدی نژاد گرفته تا افرادی از جناح خاتمی گرفته، هیچ یک از جناح‌های اینها امروز، جناح‌ها ممکنه یک فرد رو از یکی بگیرن، از استمرار طلب یک نفر رو بگیرن، از احمدی نژاد یک نفر داوری رو بگیرن، اون بیاد به اینها بره. یک جناح قدرت رو که در جامعه قشرهایی رو از فنسالاران و قدرت رو در دست خودشون دارن، ابراهیم رئیسی قادر نیست با خودش همراه بکنه، چون این کابینه ائتلاف نیست. این کابینه یک دست کردن میخواد باشه ولی در عمل قدرت اینا نداره. اونا که اصلا این کار انجام نیستن. خامنه ای و بیت رهبری در جایی که میگه که انتخابات رقیبش فوش خار مادر بوده یا به قول خودشون آرای باطله بوده و در جایی تشکر میکنه از کسانی که در خارج کشور علنا میگه زیر رگبار فضیحت و فوش رفتید رای دادید ما از شما تشکر میکنی. خب یه طرف قضیه فوش خارمادر بوده رقیبش، یه طرفش هم این بوده که مثلا رای آورده، اما عدم شرکت مردم، مشارکت پایین و رقیب آرای باطل یا همون فوش خارمادر، خب نشون میده که اولا جناحی در کار نیست، جناح نه، ولی خامنه ای و بیتش تصمیم گرفتن که یک حکومت رو، حلقه رو در حقیقت تنگتر بکنن. من مدعیم که این حلقه تنگ الان رئیسی در حقیقت یه جوری داره طلب میکنه، یعنی میگه من باعث به من مدال بدید بابت کاری که کردم که نظام رو حفظ کردم. من اینطوری نگاه کردم. حالا بگذاریم و بریم به سوال بعدی و بپرسیم از شما که در سیاست خارجی وضعیت برجام و غیره رو چجوری میبینی؟ آیا واقعا موفق میشن اینا امضا کنن با روحانی و چرا باید روحانی این کار رو بکنه؟ خب این تمایل در اینجا وجود داره که شاید هم برای غرب در همین، چون ببینید آقای بهبهانی تمام نشریات از واشنگتن پست تا اشپیگل در آلمان تا نشریه هندلزبلد تا نشریات گوناگون که همینجا ما بودیم تا دیدیم در اروپا، در همه کشورها این فرد رو به عنوان یک ناقض حقوق بشر، یک فردی که جنایت کرده دارن می نویسند علیه این، و این شرایطی رو ایجاد میکنه که اگر چنانچه با این فرد اینها بگن که مذاکره کردیم به نتیجه رسیدیم، یک پرونده سنگینی به هر حال برای همون دولتایی که یا حتی این مشکلاتی برای خود امروز سیاست‌های به هر حال سیاست خارجی آمریکا هم خواهد داشت، یک عواقب و پیامدهای سنگینی خواهد داشت. در حالی که اگر اینا بگن که با همون پسران نیویورک، یعنی همون جناح عراقچی و دیگران که بخشی از مذاکرات پیش رفته بوده، با همون حسن روحانی اینها به این نتایج رسیده بودند، اگرچه دور ششم هم پایان رسید، اینها میگن که ما بسیار نزدیک شدیم، اونها میگن که تازه مشکلات هم مشکلات زیادی وجود داره. طرف آمریکا میگه ما مشکلات زیادی داریم، آمریکا که اونجا به هر حال رئیس جمهورش که مثل اینها یک قادر مطلق نیست، سید علی نیست که امروز تصمیم بگیره مذاکره بکنه فردا نگیره. اونجا بایدن یک چنین نقشی نداره، باید کنگره بره، شما بهتر اطلاع دارید، باید چندین نوع تحریم رو اینها 700 نوع تحریم اینجوری، تحریم سرخ، یک سری تحریم‌های حقوق بشری، یک سری تحریم‌های تروریسم، تمام این نوع تحریم‌ها رو اینا در سه کلاس باید اینها به هر حال پشت سر بذارن. بخشی از این تحریم‌ها که مربوط میشه که اینها دستشون از جنگ در کشورهای به هر حال منطقه دور بشه یا سلاح‌های در واقع دوربرد و بالیستیک رو اینها محدود بکنن، یا خود مسئله تسلیحات اتمی و نظارت آژانس رو اینها ممکنه یک بخشی از این رو بتونن ایران رو به عقب برانند و ایران بگه که خیلی خوب حالا آژانس بیاد بپذیره فلان بکنند و کنترل بکنند و اینا. و این رو اگر اینها بخواند با روحانی بکنند، عده‌ای میگن که به هر حال به نفع راحت‌تر سبکتر خواهد شد برای جهان مذاکره کننده غرب، آمریکا و اروپا. خب آیا این امکان پذیر هست؟ به نظر من نه. به نظر من نه بایدن و نه اروپاییان در شرایط کنونی به این وضعیت رسیدند. فراموش نکنیم اینها نه این استکس رو تونستن بگیرن، نه تونستن در عرض اون 2 سال هیچ امتیازی از اروپا بگیرند. واقعیت اینه که همه چیز همینطور خوابیده بود. من باز هم تصورم اینه که اگر در این سماح تمام کوشش‌هایی که همین پسران نیویورک کردند و بعد از 6 دور مذاکره دست از پا دراستر برگشتند، جز وعد و وحید هیچ خبری نبود. به نظر من در 6 ماه آینده امسال هم اینها به گشایش‌های اقتصادی، به پول‌های خودشون، اون بخش از پول‌هایی که هنوز داره آقای بهبهانی، فروش آزادانه نفت، مسئله FATF، مسئله آزاد شدن و دور زدن در واقع تحریم‌ها، اینها نخواهند رسید. تأکید میکنم که من به زرس قاطع میگم اینها اگر هم چند میلیارد این ورور پولی از کره جنوبی نبگیرن در مذاکرات برجامی، اینها این مذاکرات با یک چنین رئیس جمهوری که همه داره اینا رو نگاه میکنن، همچنان داره میزنه، اونجا رو میزنه، همچنان داره به آمریکا، پایگاه آمریکا حمله میکنه، همچنان داره به فلان و فلان حمله میکنه. به نظر من با آمدن این فرد میدان در میدان داره میاد و جهان غرب باید ابله باشند. من فکر نکنم بعد از این ور هم اسرائیل بخواد و کشورهای عربی بخوان به اینها این امکانات رو به هر حال بدند. به نظر من این گونه نیست. به اینها نه در درون این حکومتی، اینها بلوفند آقای بهبهانی، بلوف. تاکید میکنم، 3 بار میگم بلوف. به هیچ امیدی پشت اینها وجود نداره. شرایط من به غایت با توجه به اینکه نه گشایش اقتصادی امکان پذیره، نه این فرد این کاراست که بتونه یک دولت و یک کابینه قوی اجرا کنه، و نه این رژیم پیر و در بداغون قدرته که در واقع رقابت‌های کشمکش‌های قدرت رو از بین ببره. به نظر من رئیسی اصلا آدمی نیست توانا این در مقام ریاست جمهور به هیچ وجه قدرت نداره که حاکمیت رو از چالش‌های بزرگ دور کنه و از کشمکش قدرت هم بتونه به گونه‌ای گریبانش رو رها کنه. آقای بهبهانی، یعنی در این مذاکرات برجام فکر می‌کنی اتفاقی نخواهد افتاد؟ درست؟ نخواهد افتاد و به گمان من این جهان امروز با این مجموعه تعامل نمی کنند. این هم که اینا، چون اینا بارها دروغ گفتند، اونم تازه با زبان چرب و نرم روحانی. این فرد قدرت اینم نداره دروغ بگه. تیم این آدم، جلیلی یا امیر عبداللهیان یا نمیدونم زلقدر یا هر کدوم از اینا، این تیم تیمی نیست که اون همه ظرافت‌های، اون همه دقت‌های، اون همه ظرافت‌هایی که مالکش اعظم داشته رو تحمل بکنه. مگه اونهایی که معتقدند که این یک حکومت یک دست از قدرت اجرا می‌کنه، حکومت یک دست یعنی زبان قاطع دیگه. زبان قاطع یعنی سرکوب. چه نیازی داره که بیاد با، اگر سرکوب هست، با مردم خودش با زبان سرکوب حرف میزنه و با منطقه هم، با کشورهای منطقه هم همون سیاست داخلی خارجی که نمیتونه که از زمین تا آسمان با هم تفاوت داشته باشن. این وقتی که در یک جا سرکوب حقوق بشری و میگه که باید به من جایزه بدن، مدال بدن، فلان بدن، پس جهانیان و جهان برای این ارزشی نداره. این همون سیاست سرکوب خودش رو در عرصه جهانی پیش خواهد برد. بهش میگن آقا تو چرا در از جهاد اسلامی در فلانجا دفاع میکنی؟ میگه اینه، همینیم ما. این سیاست ها در همه جا پیش خواهد رفت و در اون صورت شانسی برای دیپلماسی آقای بهبهانی، زبان دیپلماسی از زبان سیاست های داخلی جدا نیست. اینها یک کل واحدند. یک مقدار میتونه توشون اختلاف وجود بیاد. دولت روحانی یک دولت متناقض بود. در دنیا سعی میکرد، 8 سال بازی کرد با جهان غرب. ظریف 8 سال دورانی بهش میگفتم پروفسور ظریف. این یه کارایی میکرد، بعدش هم که در اون ویدیوی چند ساعته معلوم شد که این چقدر سعی میکرد فریب بده. آیا من از شنوندگان و بینندگان عزیز سوال میکنم، این آدم در زمان رئیسی یک چنین شانسی وجود داره که تیمش بره این بازی پیچیده را با غربی‌ها بکنه؟ به گمان من نه. چون نه، پس شانسی برای سیاست‌های برجامی وجود نداره. بسیار ممنون. بریم سراغ تحلیل سیاسی. با توجه به وقتی که نداریم توضیح بدید تحلیل سیاسی شما رو بشنویم. بفرمایید. آقای بهبهانی، شنوندگان و بینندگان عزیز، در ایران یک اتفاق بزرگی افتاده. تحلیل‌های زیادی، نگاه‌های گوناگونی در این دوران همین چند روز اخیر صورت گرفت. بزرگترین ثمره‌ای که، نتیجه‌ای که برای ملت ایران، مردم ایران داشته این بود که مردم دیدند، به قول عده‌ای میگند که این یک انقلاب سفید بود، یک انقلاب مسالمت‌آمیز بود، یک رفراندوم گسترده مردم ایران بود. مردمی که متوجه شدند که واقعا صندوق‌ها، این چیزی که اینا میگن خودشون میدونن، این عددسازی و دزدی رای و این دروغ و این جعل و اینها رو خودشون میدونن. تمامی بسیاری همین الان آمار شورای شهر اومد که در بسیاری از شهرها حتی 2% مردم هم در برای تعیین شورای شهر، در خیلی از شهرهای بزرگ ایران مردم نرفتن حتی در شوراهای شهر شرکت بکنن، در حالی که شورای شهر یکی از زمینه‌هایی بود که مردم رو جمع می‌کرد و جلب می‌کرد. حوزه‌ها خالی بود، مردم به خودشون امیدوار شدند، به اینکه رأی ندادند، اعتماد عمومی به حرکت خودشان، به این همبستگی داخل و خارج، به اینکه واقعا مردم از موضع آگاهی افشای این رژیم به نتایج بسیار خوب و بزرگی رسیدن. به نظر من این یک گام بزرگی بود برای همبستگی ملی، وفاق اجتماعی و حرکتی که علیه تبعیض بود، علیه سرکوب‌های این رژیم بود. بنابراین ما با یک از 28 خرداد، یعنی از همین پایان، از آغاز تابستان تیر امسال، مردم ایران وارد یک فاز جدیدی از حرکت شدند. البته نجواهای، نگاههایی وجود داره که میخوان این مبارزه، این فعالیت بزرگ رو، این دستاورد بزرگ رو به گونه‌ای کم‌ارزش نشان بدن، که بخشی از اینا خود وابستگان به رژیمند، اینکه آراء مردم رو زیاد نشون دادن. عده دیگری هستند به دروازه خودی دارن گل میزنند، به این ترتیب که میان میگن که همچنان این کار مردم بوده، اصلا روشن چیز اپوزیسیون و نمیدونم منتقدان و مبارزان و نشریه ها و شخصیت ها و فعالان میدانی خارج کشور و حتی اپوزیسیون داخل کشور نقشی نداشتن، این مردم بودند. خب این مردم رو یک جوری جدا میکنن از شخصیت ها، از رسانه ها، از سازمان های مدنی، انگار اینکه مردم یک تافته جدا از بافته، یک جنس دیگرند. به این بخش از مردم که آگاهی مردمن، زبان ذهنیت رشد یافته مردم هستند، یه چیز کاملا دیگرند. بعد میگن مردم این کارو کردن، نه این اپوزیسیون و نه این منتقدان و اینا. از اینا باید سوال کرد، اگر این مردم خودشون میکردن، خب اگر این بخش از آگاهان جامعه رو، این بخش از آگاهان رو اگر ما با 30 سال پیش، با 20 سال پیش مقایسه کنیم، یا با رفرمیستای استمرار طلب در زمان خاتمی بود، اونها بودند، ملی مذهبی ها بودن، یک کمی بیشتر مشارکتی ها بودن، اونها ذهنیت مردم بودن. خب مردم هم اصلاح طلب بودن. در زمان جنبش سبز همه طرفداران مهدی و کروبی و اینها بودن، ستاد های اونها بود. این نشریات خارج کشور و این مردم و این مبارزان آگاه زندان رفته در نوریزادها و نسرین ستوده ها نبودند. مردم هم در اون زمان دنبال رای منکو بودند، نه به قول بچه ها گفتن حق منکو. خب اون هم جنبش سبز بود، اون دوران بود. ولی در این 12 سال از زمان جنبش سبز تا امروز چقدر حقوق بشر، مبارزه علیه تبعیض، هزاران بار نه، میلیون ها بار در نشریات گوناگون، در سایت ها، در تلویزیون ها، بارها به مردم، با مردم صحبت شد. بخشی از خود مردم، همین تریبون های آزاد، اینها مردم از کجا تغذیه کردن؟ اینا از همین بخش آگاه مردم ادعی. ولی اینها را جوری خلق ساوه، جوری این دوتا را از هم جدا میکنن. من مقاصد این دوستان گرامی را نفهمیدم که اینا برای چی این کار را میکنن، چرا میخوان به دروازه خودی گل بزنن. من اسامی این دوستان را نمیگم، اینها را به عنوان دوست خطاب میکنم که در محاسبه، در خطا هستن. به فرض یکی میتونه دشمن یک فرد دیگر از اپوزیسیون باشه، درگیری خودشو با یک گروه دیگر اپوزیسیون میخواد به اصطلاح به گونه‌ای ازن بگه که آقا مثلا شما نبودید. خب این که دلیل نیست که آدم بیاد یک واقعیت رو کتمان بکنه. به نظر من آقای بهبهانی، مردم ایران همراه با رسانه‌های خودشون، همراه با شخصیت‌های خودشون، فعالان میدانی خودشون، سازمان‌های مدنی خودشون، همجا و یکجا و متحدانه و تنیده در یکدیگر یک تصمیم بزرگی گرفتند و این جنبش ملی تحریم بود. و این جنبش ملی تحریم به دلیل همه اون مواردی که در امر عدم گشایش‌های اقتصادی و اینکه چشم‌اندازی برای اصلاح، نه تنها اصلاح ساختاری، بلکه زمینه برای اصلاح ابزاری هم وجود نداره. چون عده‌ای میگن رئیسی نمیتونه اصلاح ساختاری بکنه چون این به 40 سال صدای شما رو نده. بذارید من اینجا. الان صدا اومده بود. بله بله بفهمه ادامه بده. داشتم عرض میکردم ادعی میگن که رئیسی قدرت اصلاح ساختاری نداره ولی اصلاح ابزاری میتونه بکنه، یعنی ابزارهایی رو برای مدت کوتاهی به کار بگیره و بعد برای مدت کوتاهی مسلط بشه ولی باز دوباره با بحرانهای دیگر روبرو بشه. به نظر من رئیسی نه قدرت اصلاح ساختاری داره و نه قدرت اصلاح ابزاری داره، چون ابزارهاش کاملا فلجن و اون تیم اولیگارک گسترده تر به یک تیم بسیار کوچک اولیگارک به اصطلاح متحد درون ولایت فقیه، تیم اینها خیلی نازکتر شده و قدرت تسلط استفاده از ابزاری رو نداره. به این ترتیب شرایطی در ایران نیست. مردم ایران یک فراز جدیدی اومدند. این جنبش ملی تحریم چون امکانات اصلاحات وجود نداره از هر دو سو، از هر دو طریق، بنابراین مردم جلوتر خواهند آمد. جنبش خیابانی، جنبش مدنی، جنبش های صنفی، اینها گسترده تر میشه. آقای بهبهانی، ما با همچنان در 1400 هستیم، همچنان در 2000 هستیم، 9 ماه از 1400 مونده و این رژیم باید نشان بده و شرایط مردم هم خواسته های زیادی خواهند داشت و این با این امید، با این اعتماد جنبش ملی تحریم به جنبش های دیگر خیابانی برای رسیدن به انتخابات آزاد یک تحریم برای رژیم جایگزین اینها، رژیمی که به حاکمیت ملت متکی خواهد بود، آزادی مردم، گشایش های اقتصادی، رفاهی برای مردم ایران، گذار از این کرونا، مبارزه با تبعیض. مردم منتظر اینها هستند. مردم منتظر اینند که این نرخ تورم پایین بیاد. مردم منتظرند که نرخ ارز تکانی بخوره. اینها قادر نیستند هیچ یک از اینا را به ملت بدند. بنابراین باید امروز آگاهان کشور به جای اینکه گل به دروازه خودی بزنن و بگن اپوزیسیون نقشی نداره، مردم تنها این کارو کردن، من در این لحظه به ویژه به این افراد، به این دوستان میگم هوشیار باشند. به جای اینکه از انگیزه های اپوزیسیون این رو کاهش بدند، مراقب باشند چه آقای رضا پهلوی، چه هر گروه دیگر، چه نیروهای چپ، چه نیروهای ملیگرا، همه اینها دورانی هست که جامعه ما یک خیز بلند، یک حرکت رستاخیزی شروع کرده. درس بگیریم از اون چه که ملت ما در داخل و خارج کردند. به رغم همه این اختلافات آقای بهبهانی، سه خانواده سیاسی به لحاظ نیروهای سیاسی و هزاران نیروی مدنی و میلیون ها انسان ایرانی امروز به این نتیجه رسیدند همراه با رسانه های خودشون و صدای آزادی خواهی خودشون رو در حدود نزدیک 50 میلیون جمعیت ایران این رژیم رو نمیخواند. این واقعی است. جمعیت رای دهنده حدود 50 میلیون از این 59 میلیون این رژیم رو نمیخواند. بنابراین امکان این وجود داره برای نیروهای آگاه که انتخابات آزاد رو همراه با یک رفراندومی که برای رژیم جایگزینی حاکمیت ملت، دعوا هم روی پادشاهی و جمهوریت از نوع نمیدونم فدرالیسم و اینها نیست. حاکمیت ملت دموکراسی هست از نوع پارلمان و من فکر میکنم که مردم ایران دارن به این مراحل از بلوغ و رشد یافتگی و انسجام میرسونن. حالا دیگه مردم ایران همه اون آگاهان سیاسی و اینها هستند که واقعا خودشون رو به شایستگی این مردم بیدار برسانند. آقای بهبهانی این شایستگی رو پیدا کنند. قربان. حتما با همت شما عزیزان. بسیار آقا ممنون و سپاسگزار از مهرت، از فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میدی. مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، همسر دانشمندت آرزوی بهترین دارم. ممنون از شما جناب سلیمی نازنین. سپاسگزار. خسته نباشی جناب آقای بهبهانی. تشکر برای هم‌میهنان من. سال خوبی، ماهای خوبی آرزو میکنم جناب بهبهانی. آره دیگه، خصوصا امروز اول تیر بود و جشن تیر و جشن آبپاشان و دیدیم که با بچه ها در ایران چه کردن وقتی که اومدن جشن خودشون رو بگیرن، چجوری به عزا تبدیل کردن. فرصت و غریبت برم. من هفته پیش به شما شادباش زادروز تولدتون رو نکرده بودم، همینجا از این فرصت استفاده میکنم. آه خیلی ممنون. بیشتر شادباش میگم. تندرست بمانید آقای. سپاسگزارم. ممنون از توجه شما. متشکرم. تشکر میکنم. ممنون. بهار از همه شما نازنینان سپاسگزارم که مهر میکنید و همراهی میکنید. همونطور که عرض کردم جشن اول تابستان، جشن تیر، جشن آبپاشان است. به حال این اعیاد رو باید صمیمانه حفظ کنیم. به حال اینا در حفظ و بقای مملکت کمک کرده تا اینجا. امیدوارم از این به بعد هم کمک کنیم. از اینکه دنبال کردی از تو نازنین نهایت سپاس دارم. خواهش میکنم سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن، از بخش مقالات تا یادداشت‌های روزانه، از آخرین اخبار جهان تا کتابخانه و از کتابخانه تا آرشیو و برنامه‌های ویژه، ویدیوهایی که روی صفحه اول سایتون پایین صفحه زربیه پایین پیداشون میکنید. ممنون. نیاز مالی یادت نره. مرسی.